بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر، دکتر حسین حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص بیماری های عفونی و بهداشت عمومی و عضو نهضت هر خانه یک ستاد هستم. تحت عنوان پیش به سوی کشوری عدالت‌گراتر و سالمتر، انشاءالله در دولت 13 چند دقیقه میخوام وقت شریفتون را بگیرم. ما زمانی که صحبت از کنترل یک بیماری میکنیم تا مرحله حذف و مرحله ریشه‌کنی، فقط نباید به تشخیص و درمان بیماری بپردازیم و صرفا در خصوص اون بیماری صحبت بکنیم، بلکه باید مثلثی را در نظر بگیریم تحت عنوان مثلث شوم جهل، فقر و بیماری. چون اگر جهل بهداشتی، یعنی عدم آگاهی بهداشتی وجود نداشته باشه، بیماری به وجود نمیاد. اگر عدم آگاهی نسبت به حقوق بهداشتی و مطالبه گری در این رابطه وجود نداشته باشه که بیماری به وجود نمیاد. این عدم آگاهی ها هستش که نهایتاً ممکنه منجر به بیماری های مختلف بشه. پس این نقش جهل. فقر هم همینطور. از قدیم الایام اثبات شده که بیماری افراد فقیر با بیماری های افراد غنی کاملا متفاوت بوده. این را در اجساد مومیایی فراعنه مصر و خدمه اونها امروزه تونستن به اثبات برسونن. خدمه اکثرا در اثر ابتلاء به سل، ابتلاء به وبا، ابتلاء به بسیاری از بیماری های عفونی که در اون زمان ها وجود داشته، در حال حاضر هم وجود داره، جانشون از دست میدادن. در حالی که فراعنه در اثر گوشتخواری زیاده از حد، در اثر نقرس که در اثر گوشت قرمز زیاد ممکنه که ایجاد بشه یا اینکه خودش رو نشون بده، جانشون از دست میدادن. در حال حاضر هم همینطور. بیشترین موارد بیماری های عفونی و مرگ ناشی از اونها در کشورهای آفریقایی که در فقر مطلق به سر میبرن اتفاق میفته، در حالی که بیماری هایی که منجر به مرگ میشه در کشورهای پیشرفته جهان اکثرا بیماری های غیر عفونی هستن، بیماری هایی که ناشی از بالا رفتن فشار خون و عوارض اون هست، یا دیابت یا امثال اینها. بنابراین تأثیر فقر بر بروز بیماری ها کاملا به اثبات رسیده. و اگر قرار ما به کنترل یک بیماری و حذفش و ریشه‌کنیش بپردازیم، بایستی هر سه ضلع این مثلث شوم جهل، فقر و بیماری را در هم بشکنیم. در رابطه با ارتقای آگاهی‌های بهداشتی مردم در دولت 13 قراره که برنامه‌های فراتر و وسیع‌تری نسبت به برنامه‌هایی که تا به حال ارائه می‌شده اجرا بشه. برای ارتقای آگاهی های بهداشتی مردم، برای آشنا کردن مردم با حقوق بهداشتی خودشون، چون وقتی خود مردم با حقوق بهداشتیشون آشنا بشن، به موقع مطالبه گری خواهند کرد از طریق نمایندگانشون در مجلس یا مجلسین و یا مستقیما با صدای اعتراض آمیز خودشون. این بحث جهل. البته حمد بر جسارت نشه، منظور جهل بهداشتی و عدم آگاهی نسبت به حقوق بهداشتی هست. در رابطه با فقر زدائی دیگه قرار نیست که ما یک قشر عظیمی داشته باشیم که در فقر به سر ببرن و یک قشر انگشت شماری که بسیاری از منابع کشور را به غارت بردن. دیگه قرار نیست در پایان یک دوره 4 بعضی از دولت‌هایی که تا به حال داشتیم خودشون بیان گزارش بکنن که ما این تعداد اختلاسگر داشتیم، این تعداد عرض شود که سوء استفاده چی داشتیم، اینقدر اختلاس شده، اینقدر سوء استفاده شده و اینقدر درصد بودجه مملکت در دستان فرض کنید این 12 یا این 24 و اکثریت مردم در فقر نسبی به سر میبرن. قرار نیست که چنین اتفاقاتی بیفتد و نهایتاً منجر به توسعه دامنه بیماری‌های عفونی بشه که بیماری‌های ناشی از فقر هستند.
بلکه قرار انشالله با در هم شکستن ازلا و زوایای مثلث شوم جهل، فقر و بیماری به این ستمی که تا به حال وجود داشته خاتمه داده بشه. خیلی متشکرم.